موزه آینده دوبی یکی از پیچیده ترین سازه های جهانه که در تاریخ 22 دو 2022 توسط شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم حاکم دوبی که از ایشون به نام معمار دوبی نوین هم یاد میکنن افتتاح شد. فضای بیرونی موزه با خطوط عربی که روشه خیلی فضای خاص و مدرنی رو درست کرده. این ساختمون بسیار زیبا یکی از عجایب معماری جهانه. ساختمون هفت طبقه که 77 متر ارتفاع داره اونم در حالی که این ساختمون هیچ ستونی نداره روی نمای ساختمون موزه سه تا از نقل قول های شیخ محمد به زیبایی تمام نوشته شده که این سه نقل قول از این قرارن ما صدها سال زندگی نخواهیم کرد ولی محصولات خلاقیت ما می توانند تا سالها بعد از رفتنمان میراث ما, ما باشند آینده برای کسانی خواهد بود که می توانن آن را تصور و طراحی کنند و آن را بسازند. آینده منتظر نمیماند. آینده را می توان امروز طراحی کرد و ساخت. راز تجدید حیات، توسعه تمدن و پیشرفت بشریت در یک کلم است. نوآوری. در کنار سازه‌ای که جملات بالا به زیبایی تمام روش نوشته شده، شکل دستی رو میبینید که عدد سه رو نشون میده. این دست اشاره به فیگوری داره که شیخ محمد با دستش نشون داده. شکل انگشت ها نمایانگر سه تا از حروف انگلیسیه. W برای وین یا برنده شدن، وی برای ویکتوری یا پیروزی و ال برای لاو یا همون عشق. این علامت دست الان در دبی یه جورای امضای شیخ محمد شده. خب بریم داخل موزه رو با هم ببینیم. بعد از اینکه وارد ساختمون شدید در طبقه همکف میتونید ابهت سازه زیبای موزه را از داخل ساختمونش ببینید. وقتی بالا سرتون رو میبینید ممکنه چشتون به یه بالون هم بیفته که در حقیقت یه رباتی که در ساختمون موزه برای خودش پرواز میکنه. این طبقه یه کافه مدرن هم داره که باریستاش یه رباته و اون براتون سفارشتون رو آماده میکنه. ورود عموم مردم به طبقه همکف آزاده و این طبقه ورودی نداره. در حقیقت ساختمون موزه هفت طبقه است ولی طبقات همکف و اول جزو موزه حساب نمیشن و ورود به این دو طبقه برای همه آزاده. ولی برای پنج طبقه دیگه که در اصل موزه تو این طبقات قرار داره باید بلیت تهیه کنید که معمولا تا یک ماه بعد هم تمام بلیط ها به فروش رفته پس اگه میخواید این موزه رو ببینید یادتون باشه که قبل از سفر به دوبی باید بلیت این موزه رو خریداری کنید وقتی که به طبقه همکف رسیدید بلیتاتون رو روی دستگاه های خاصی که اونجا قرار دارن اسکن میکنید و دستگاه بهتون یه دستبند میده که با اون دستبند میتونید وارد موزه بشید و در جاهای مختلف از دستبندتون استفاده کنید خب اینجا اول باید تیکت بگیرید تیکتاش این شکلیه که البته بعد از 20 روز 30 روز قبل تو سایت رجیستر کرده باشید و با این دستگاه ها میاد اینجا تیکت ها رو تحویل میگیرید حالا بازش میکنیم ببینیم چه شکلیه یه دستفنده خوشمنده حالا وقتشه که سوار آسانسور شیم و بریم به طبقه پنجم موزه که میشه طبقه هفتم ساختمون بالاترین طبقه بازدید از موزه اینجوریه که میبرن تون طبقه آخر موزه بعدم به ترتیب باید بیاید طبقات پایین تر رو هم ببینید و البته هر طبقه موزه داستان خاص خودشو داره که جلوتر بهش میرسیم موزه آینده یه آسانسور خیلی خاص داره که وقتی سوارش میشید که برید به طبقه آخر تو آسانسور حس و حال سوار شدن به سفینه های فضایی به شما دست میده و تو آسانسور با مانیتورهایی که در سقف و دیوار آسانسور قرار دادن جلوه های ویژه این تصور رو برای شما ایجاد میکنن که دارین از زمین به ایستگاه فضایی سفر میکنید طبقه پنج موزه حکم یک ایستگاه فضایی رو داره که شما برای رسیدن بهش باید سوار سفینه یا همون آسانسور خاصی که تعبیه کردن بشید. طبقه هفتم یا همون طبقه پنج موزه اسمش ایستگاه فضایی امیده و شما اونجا میتونید زندگی در سال 2071 در فضا رو تجربه کنید. در این طبقه یک ویوی کامل از منظره زمین، ماه و منظومه شمسی از ایستگاه فضایی رو بهتون نشون میدن و یه سری تجهیزات سفینه فضایی که شاید توی فیلم های علمی تخیلی دیدید رو اونجا هم میتونید از نزدیک ببینید. یه ماکت خاص و بزرگ از ایسکای فضایی هم اونجا قرار داره که از سه هزار قطعه با پرینتر سبودی و از مواد بازیافتی درست شده. دستفند که نشون بدی اینجا اسمتو تو میزنه و راهنماییت میکنه. در قسمت دیگه ماکت کاملی از منظومه شمسی قرار داره که به زیبایی تمام چرخش سیارات به دور خودشون و به دور خورشید رو نشون میده. هر اطلاعاتی که راجع به کهکشان راه شیری و سیاره های مختلف بخواید رو میتونید از دستگاه های عجیب و خاصی که در این طبقه تعبیه کردن بگیرید. خب بعد از اینکه این طبقه ای که حکم ایستگاه فضایی رو داره رو دیدید وقتشه که برگردید به زمین و در موزه یه طبقه برید پایینتر و برسید به طبقه چهارم موزه. به نظر من زیباترین طبقه موزه این طبقه است. طبقه چهار انسیتو سلامته. هدف از این طبقه آشنای مردم با موجودات زنده و خطرهای زیست محیطی در آینده زمینه. در ورودی این طبقه شما میتونید از ای که تعبیه شده تصویر دوبهی در سال 2071 رو ببینید. اینجا تصویر شبیه سازی شده ی ارتباط درختها با همدیگه از طریق ریشه هاشونه. این بخش کتاب خونه دی ایه که اطلاعات ژنتیکی حدود 2400 گونه از موجودات زنده رو توی خودش داره. از گیاهان و جانوران گرفته تا باکتریها ها و موجودات میکروسکوپی. شما میتونید بارکد روی هر کدوم از اون کپسولا را اسکن کنید و اطلاعات کاملشون رو داشته باشید. اگه اون موجود در خطر انقراض باشه بعد اینکه اسکنش کردید رنگش تا چند لحظه قرمز میشه اینجا یکی از زیباترین بخش موزه است که اطلاعات ژنتیکی تقریبا اکثر موجودات زنده دنیا اینجا هست و بابتش هر کدوم یه باکسی رو تدارک دیدن که اطلاعات توش سیف کردن دونه دونه اگه برید نگاه کنید مشخص حیوانهای مختلف با این دستگاه خاص که اسکن بکنن کلی از اطلاعاتش رو میتونن اینجا بخونن برای انسانم هم بیا بریم ببینی It's representing a woman, but, uh, yeah, homo sapiens, homo sapiens. در بخش دیگه ای شبیه ساز اکوسیستم قرار داره که نشون میده گونه های جدید چطور محیطشون رو تحت تاثیر قرار میدن. توی بخش دیگه مانیتورینگ روم قرار داره که گونه های جدید رو روش میده و میسنجه و کاراییشون رو در جهان بررسی میکنه. خب دیگه بازدید از این طبقه خیلی خواستم تمام بریم به طبقه سوم موزه. طبقه سوم به نام واهه برای ریلکسیشن و تمرکز و تکنیک هایی با همین مزامین درست شده. اینجا با راه رفتنتون میتونید ببینید که چه اثری از خودتون روی صفحه به جا میذارید. توی یه قسمت دیگه شما میتونید فرکانس های صوتی مخصوص ریلکسیشن رو گوش کنید و یه قسمت دیگه هم داره که شما میتونید دستتون رو روی گوی های مخصوص بذارید و با این کار احساس میکنید که داره انرژی وارد بدنتون میشه. یه قسمتی دیگه هم داره که اونجا میتونید دراز بکشید و چشاتون رو ببندید و ریلکس کنید. البته هر طبقه کلی اطلاعات و چیزهای جالب دیگه هم داره که اگه بخوایم هر کدومشون رو دقیق توضیح بدیم ساعتها زمان میبره. و راستش بعضی هم خودمون نفهمیدیم چیکار میکنن. خب بریم به طبقه دوم که این طبقه هم خیلی طرفدار داره. طبقه دو با نام امروز و فردا مخصوص تکنولوژی آینده است. و توش پر از ربات که به هر شکلی به زیباتر شدن زندگی ما کمک می کنند. ربات انسان نمایی به نام آنیکا توی این طبقه قرار داره که تقریبا قلب این مجموعه است. آنیکا به چندین زبون مختلف میتونه حرف بزنه و هر سوالی ازش بپرسید میتونه جوابتون رو بده و میمی که صورتش هم عین آدمه. توی این طبقه شما دستگاه لایه روبی رو میبینید که کف رودخونه ها رو تمیز میکنه ماشین های برقی، روبات های پرنده، لباس مخصوص پرواز، دست مصنوعی هوشمند و البته یک پت ربات که میتونه در آینده جایگزین پت ها بشه و همیشه هم در کنارتون بمونه. یه چیز خیلی خاصی که این طبقه داره اینه که در تراس این طبقه یه ویوی بسیار زیبا از ساختمون و منظره شهر پیشرفته دوبی با اون برچ بلندش رو میتونید ببینید و کلی اکس های قشنگ بگیرید. تو این ویو شما در مرکز سقل موزه قرار دارید. خب، باید یه سر کوتاهی هم به طبقه اول بزنیم که البته برای بزرگ سالا نیست. طبقه اول برای قهرمانهای آینده که همون بچه ها هستن درست شده. بچه ها تو این طبقه فضای مخصوص خودشونو دارن و حتی در قسمتهایی از این طبقه بزرگ سالا اصلا حق ورود ندارن. تو این طبقه هم بازی های فکری و هم بازی های هیجانی و لذت بخش رو برای بچه ها مهیا کردن که خیلی خلاقانه و جذابه. خب این یک توضیح کلی درباره موزه منحصر به فرد آینده در دوبی بود. بازدید از موزه انقدری برای من جذاب بود که دوست داشتم شما رو هم در لذت دیدن شریک کنم. پس امیدوارم که شما هم لذت برده باشید.